نگاهی به شاه، نوشته عباس میلانی، قسمت 69. پس از 2 هفته اکبر اعتماد بار دیگر به دیدار شاه رفت. این بار امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت، هم در جلسه حضور داشت. اعتماد طرحی در 13 صفحه تدارک دیده بود. شاه متن گزارش را 2 بار خواند و آنگاه به هویدا رو کرد و گفت این طرح برنامه اتمی ایران است و در جا دستور داد که دولت بودجه لازم برای اجرای طرح را تامین کند. طرح اولیه برنامه اتمی ایران بنا بود در آینده نه چندان دور، یعنی حدود 20 سال 23 هزار مگاوات برق تولید کند. قرار بود یک صنعت انرژی اتمی کامل باشد. هر روز هم بر ابعاد فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران افزوده می‌شد. در سال 1977-1356 این سازمان بیش از 1500 کارمند داشت. به دستور شاه و برای تسهیل کار جذب استعدادهای ممتاز، سازمان اتمی مجاز بود حقوق و مزایایی بیشتر از سطح تعیین شده برای کارمندان دولت بپردازد. به علاوه شاه و اعتماد سخت در فکر تسریع کار تربیت کادر ایرانی در دانشگاه‌های تراز اول جهان بودند. برای نمونه، در واپسین سفر رسمی خود به آمریکا، شاه 20 میلیون دلار به دانشگاه پراعتبار MIT کمک کرد و قرار بود در مقابل این دانشگاه هر سال تعدادی دانشجوی ایرانی را در رشته‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بپذیرد. از سوی دیگر، نه تنها در داخل کشور بلکه در گوشه کنار جهان، ایران به فکر یافتن و بهره برداری از معادن اورانیوم افتاد. چند مرکز تحقیقاتی اتمی در ایران آغاز به کار کرد و ایران در عین حال به مشارکت و سرمایه‌گذاری در مراکز اتمی خارج از ایران علاقمند شد. یکی از شرکت‌هایی که خارج از کشور اما به همت دولت ایران تأسیس شد، بیوریران نام داشت. ریاستش را رضا نیازمند به عهده داشت که از تکنوکرات‌های کارکشته ایران بود. از جمله اهداف یوریران، جستجو برای منابع اورانیوم در خارج از یک سو و نظارت بر کار شرکت‌های خارجی برای جستجو برای معادن اورانیوم در ایران از طریق رادیومتری بود. شایع بود که یوریران در عین حال بخشی از همکاری‌های پنهانی ایران و آفریقای جنوبی در زمینه برنامه اتمی است. در آن زمان که آپارتاید هنوز بر آفریقای جنوبی حاکم بود، این کشور از جمله قدرت‌های اتمی جهان به شمار می‌رفت. تنها در آستانه پایان این دوران بود که دولت کماکان آپارتاید آن کشور تصمیم گرفت بمب‌ها و برنامه اتمی نظامی خود را وابگذارد. در هر حال در سال 1976-1355 به دستور شاه 171 میلیون دلار برای خرید اورانیوم بیشتر تخصیص داده شد و بودجه سازمان انرژی اتمی به 1.3 میلیارد دلار رسید. گرچه در آغاز فرانسه، آلمان و آمریکا هر 3 مشتاق مشارکت در برنامه اتمی ایران بودند، پس از چندی آمریکا در فروش بدون شرط لوازم مورد نیاز ایران تردید پیدا کرد. می‌خواست پیش از فروش این اقلام، شاه پیش شرط‌هایی برای نحوه استفاده از این تکنولوژی را بپذیرد. آلمان و فرانسه هیچ تردید و نگرانی نداشتند، بلکه برعکس با اشتیاق فراوان کوشیدند سهم هرچه بزرگتری از بازار اتمی ایران را به خود تخصیص دهند. شرکت‌های آلمانی و فرانسوی برای بستن قراردادهایی در زمینه انرژی اتمی فعالانه می‌کوشیدند و قرارداد 3 میلیارد دلاری ایران با شرکت آلمانی کرافت ورک برای تأسیس و راه اندازی نیروگاه بوشهر مهمترین قرارداد اتمی از نوع خودش بود. قرار شد این نیروگاه در سال 1981-1360 آغاز به کار کند. دولت آلمان چنان مشتاق مشارکت شرکت‌های آن کشور در برنامه اتمی ایران بود که اعلام کرد تمام سرمایه گذاری های شرکت کرافت ورک را در برابر هر گونه زیان و صدمه تضمین خواهد کرد.
انتخاب بوشهر از منظری غریب و تأمل برانگیز می نمود. بوشهر در منطقه بالقوه زلزله خیز قرار دارد و به همین خاطر از همان آغاز بودجه ویژه‌ای برای طرح و تقویت ساختمان‌ها برای مقابله در برابر زلزله تعیین شد. آلمان‌ها بدینسان مشغول کار به راه انداختن برنامه اتمی ایران در بوشهر شدند، اما تردیدهای دولت آمریکا سبب شد که پس از چندی شرکت‌های آن کشور از مشارکت در برنامه اتمی ایران موقتاً دست کشیدند. دولت آمریکا نگران بود که شاید شاه قصد دستیابی به بمب اتم دارد و به همین خاطر برای رفع نگرانی‌ها و تردیدهای خود از شاه خواست که با تضمین‌های ویژه‌ای این نگرانی‌ها را برطرف کند. شاه زیر بار نمی‌رفت. می‌گفت ایران که از نخستین کشورهای امضا کننده قرارداد NPT پیرامون منع گسترش سلاح‌های اتمی بود، باید از تمام حقوق مصروحه در این قرارداد بهره‌مند باشد. بر اساس این قرارداد، کشورهایی که بمب و تکنولوژی اتمی نداشتند، با اعلان اینکه به فکر دستیابی به بمب اتم نیستند، می توانستند برای استفاده از انرژی هسته‌ای از هر گونه کمک کشورهای دارای تکنولوژی اتمی بهره بجویند. کشورهای امضا کننده موظفند همه فعالیت‌های اتمی خود را به اطلاع سازمان‌های بین‌المللی ناظر برسانند و طبق مفاد این قرارداد به این سازمان‌ها اجازه بدهند که ناظران خود را به تأسیسات اتمی کشورهای امضا کننده گسیل کنند. در این حال، گرچه طبق این قرارداد غنی‌سازی حق طبیعی کشورهای امضا کننده محسوب شده است، اگر کشوری در جریان تکمیل برنامه هسته‌ای خود به سازمان‌های بین‌المللی دروغ بگوید یا بخشی از فعالیت‌های خود را مخفیانه ادامه دهد و یا اینکه در صدد دستیابی به بمب اتمی برآید، آنگاه دیگر حق غنی‌سازی خود را هم از کف می‌دهد. در آن زمان ایران هنوز به طور کامل در چارچوب قانون عمل کرده بود و به همین خاطر شاه تأکید داشت که دستیابی به چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی از حقوق غیرقابل انکار ایران است و او حاضر نیست هیچ محدودیتی را در این زمینه بپذیرد. شاه حتی می گفت ایران از حق خود در استفاده از پلوتونیوم هم نمی گذرد و آمریکا نگران بود که سوخت پلوتونیوم را با سهولتی بیشتر می توان برای مقاصد تولید بمب اتمی استفاده کرد. نگرانی های اولیه آمریکا وقتی دوچندان شد که پس از امضای قرارداد همکاری اتمی ایران و فرانسه در فوریه 1974، بهمن 1352 شاه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند اعلام کرد که روزی نچندان دور و حتی شاید زودتر از آنچه گمان می‌رود ایران صاحب بمب اتم خواهد بود. طبعاً وقتی چند ماه بعد هندوستان اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد، نگرانی پیرامون آغاز یک مبارزه تسلیحاتی اتمی در منطقه فزونی گرفت. البته شاه بلافاصله پس از مصاحبه خود با لوموند دریافت که پخش عباراتش در باب دستیابی به بمب اتم بحث برانگیز و مشکل زا خواهد بود. سفارت ایران در فرانسه در اعلامیه ای ادعا کرد که سخنان شاه در باب دستیابی به بمب اتم یک سر ساختگی اند و به هیچ روی واقعیت ندارند. دولت آمریکا هم از سفیر خود در ایران خواست که با شاه دیدار کند و صحت و سقم ادعای لوموند را جویا شود. شاه در این دیدار به سفیر وقت آمریکا ریچارد هولمز تاکید کرد که به گمانش مسابقه تسلیحاتی اتمی پوچ و بیفایده است. مگر با بمب اتم چه میتوان کرد؟ با این حال در همین دیدار شاه به این نکته هم اشاره کرد که اگر یکی از کشورهای منطقه به بمب اتمی دست پیدا کند، آنگاه چه بسا که منافع ملی کشورهای دیگر هم اقتضا کند که در پی بمب اتمی بروند. گزارش این دیدار را سفیر آمریکا با این جمع‌بندی به پایان رساند که به نظرش ادعای شاه در باب تکذیب مطالبی که در لومون چاپ شد پذیرفتنی است و در شرایط فعلی بازتاب نیات کنونی شاه است. البته علم در یادداشت‌های خود بارها ادعا می‌کند که همه تکذیب‌های شاه و مقامات ایرانی مصلحتی‌اند و شاه به راستی در فکر دستیابی به بمب اتمی است. یکی از مهمترین علل نگرانی آمریکا از برنامه اتمی شاه همان مسئله استفاده از پلوتونیوم بود.
مقامات آمریکایی تخمین می‌زدند که اگر ایران راکتور اتمی 23000 مگاواتی مورد نظر را بنا کند، سوخت سالانه پلوتونیوم همین یک راکتور برای ایجاد بین 600 تا 700 بمب اتمی کفایت می‌کند. بالاخره پس از مذاکراتی مفصل و گاه پرتنش در ژوئن 1974 خرداد 1353 دولت آمریکا به شرکت‌های آن کشور اجازه داد تا به ایران راکتور اتمی بفروشند. ایران هم در مقابل پذیرفت که کنترل‌های دوگانه ایرانی و آمریکایی سوای کنترل‌های معمولی بر فعالیت این راکتورها نظارت کنند. از منظر آمریکایی‌ها این کنترل‌ها به دو دلیل ضروری بود. از یک طرف نگران بودند که شاه در فکر ایجاد بمب اتمی است، از طرف دیگر می گفتند ممکن است به علت ناثباتی در ایران مخالفان ایرانی یا تروریست های خارجی بتوانند به سوخت اتمی موجود در ایران دسترسی پیدا کنند. شاه در عین اینکه می خواست نگرانی های آمریکا را برطرف کند، به تصریح و تأکید می گفت حاضر نیست به کنترل های تن در دهد که در دیگر قراردادهای آمریکا برای فروش راکتور با دیگر کشورها معمول نبود. به علاوه شاه در زمانی که درگیر این مذاکرات بود، قراردادهای مهمی با فرانسه و آلمان برای تأسیس 4 راکتور اتمی در ایران امضا کرده بود. به دیگر سخن، در مذاکراتش با آمریکا می‌دانست که می‌تواند با تکیه به اروپا نیازهای اتمی ایران را تامین کند. شاه می‌گفت بران است که 8 راکتور هم از آمریکا خریداری کند. وزارت امور خارجه آمریکا موافق فروش این راکتورها به ایران بود. به علاوه همین وزارتخانه به شرکت آمریکایی بکتل پیشنهاد کرد که شاه را متقاعد کند که حدود 300 میلیون دلار برای تأسیس یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. کماکان این پیشنهادات آمریکا همه مشروط بر این بود که شاه تضمین‌های لازم را به آمریکا بدهد و شاه هم به کرات می‌گفت حاضر نیست در مورد چرخه سوخت ایران و چند و چون استفاده از سوخت هسته‌ای آمریکایی به آمریکا حق وتو بدهد. دولت فورد و کارتر هر دو از سوی نیروهای مختلفی تحت فشار بودند که در مسئله اتمی با شاه و ایران کنار بیایند. برخی هم در آمریکا نگران برنامه‌های نظامی شاه بودند و امکان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای این نگرانی‌ها را دوچندان می‌کرد. شرکت‌های آمریکایی بیشتر نگران از دست دادن بازارهای ایران بودند. می‌دانستند که برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند برایشان منبع منافعی کلان باشد. به علاوه مقامات آمریکایی می‌دانستند که مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در روابط کلی ایران و آمریکا نقشی سخت مهم بازی کند. می‌گفتند در نظر شاه مذاکرات هسته‌ای سنجه‌ای برای ارزیابی چند و چون روابط ویژه ایران و آمریکاست. آنچه تصمیم گیری برای مقامات آمریکایی را حتی دشوارتر می‌کرد این واقعیت بود که می‌دانستند عوامل گوناگون چون تجزیه پاکستان، نیاز ایران به تحکیم موقعیت خود به عنوان پنجمین قدرت بزرگ جهان و بالاخره سودای ایران برای سلطه بر خلیج فارس ممکن است شاه را به دستیابی به سلاح اتمی وسوسه کند. در این میان وزارت دفاع آمریکا هم نظری خاص خود داشت. در مذاکرات و یادداشت‌هایی به وزارت امور خارجه و کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا باید با شاه کنار بیاید. می‌گفتند ایران و آمریکا در زمینه‌های دفاعی و اطلاعاتی گوناگون و مهمی همکاری دارند و اگر شاه بر سر قضیه اتمی برآشفت و ناراضی شود، این واقعیت چه بسا که دیگر جنبه‌های روابط ایران و آمریکا را مسموم کند. این واقعیت که فرانسه و آلمان مشتاق مشارکت با ایران بودند و این نکته که شاه از اکبر اعتماد خواسته بود که باب مذاکره با هندوستان را در باب همکاری در مسائل اتمی باز کند، همه دست به دست هم داد و رغبت و حتی نیاز آمریکا به تفاهم با شاه را دوچندان کرد. بالاخره آمریکا بران شد که در زمینه اتمی با شاه به تفاهم برسد، اما در این حال تا پایان دوران شاه سیاستی دوگانه را دنبال می‌کرد. از سوی می‌خواست سهمی از بازارهای ایران به شرکت‌های آمریکایی تعلق بگیرد و از سوی دیگر
نگران گسترش سلاح‌های اتمی در ایران بود و شرط این تفاهم رعایت ملاحظات آمریکا در زمینه عدم تلاش در جهت دستیابی به سلاح اتمی بود. برای مثال، دولت کارتر تنها زمانی به شرکت‌های آمریکایی اجازه مشارکت در برنامه اتمی ایران داد که شاه خود را آماده تصویب توافقنامه‌های دو طرفه ایمنی اعلام کرد و قبول کرد که ایران تلاشی برای تأسیس کارخانه‌ای که بالقوه می‌توانست پلوتونیوم را به شکلی قابل استفاده در یک بمب تبدیل کند، انجام نخواهد داد. ولی وقتی که همه اجزای این توافق‌ها بالاخره به تصویب رسید، تحولات پیش از انقلاب در ایران آغاز شده بود. ایران و شاه دیگر در فکر تکمیل برنامه اتمی ایران نبودند. در هفته‌های بعد از پیروزی شورش 57 معلوم شد که شرکت آلمانی حدود 3/4 کار راه انداختن راکتور بوشهر را به اتمام رسانده بود. خمینی به این گمان که ایران نیاز به انرژی هسته‌ای ندارد و شاه هم صرفاً به لحاظ سرسپردگیش به آمریکا و انگلیس راکتور بوشهر را راه انداخته، دستور داد کار در راکتور بوشهر را متوقف کند. در شماره 14 سال 1358، یعنی در 26 خرداد 1358، روزنامه جمهوری اسلامی که بیانگر نظرات رهبران روحانی تازه ایران بود، در مقاله مفصل تحت عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای خیانت آشکار به خلق ما، نه تنها منکر نیاز ایران به چنین نیروگاه‌هایی شد و به خطرات و مسائل ایمنی آن اشاره کرد، بلکه بحث را با این استدلال پایان برد که ادامه کار بوشهر به صرف نیست. چند سال بعد خمینی و رژیم اسلامی تغییر نظر دادند. این بار به احیای هرچه سریع‌تر اما اساساً مخفیانه برنامه اتمی ایران پرداختند. از سر گرفته شدن این برنامه مصادف با زمانی بود که صدام حسین علیه ایران از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد و جهانیان عملاً اعتراضی جدی علیه صدام نکردند و ایران به گفته رهبران روحانیش محتاج سلاح‌هایی برای مقابله با این گونه حملات بود. به علاوه پنهانکاری‌ها و برخی تماس‌های مشکوک با کسانی چون دانشمند پاکستانی که می‌خواست بمب اتمی اسلامی را میسر کند، همه برنامه اتمی ایران را محل شک جدی کرد. به همین خاطر بیش و کم همه کشورهایی که زمانی برای مشارکت در برنامه اتمی ایران رقابت می‌کردند، این بار به تدریج به صف مخالفان این برنامه پیوستند. باور نمی‌کردند که جمهوری اسلامی ایران بهای چنین گزاف را صرفاً برای غنی‌سازی اورانیوم تقبل می‌کند و در نتیجه بعد از حدود 30 سال هنوز هم بوشهری که در آستانه انقلاب دست کم 60 و به روایتی 80% کارش تمام شده بود و میبایست در سال 1980 انرژی تولید کند، کاملاً به راه نیفتاده است و چشمانداز روشنی برای زمان آغاز بهره برداری از آن وجود ندارد. سوای مسائلی چون انرژی هسته‌ای و صنعت نفت، سالهای دهه 1965 تا 1975 از منظر فرهنگی هم دوران مهمی در سلطنت شاه بود. در این دوران در نتیجه نظرات و گرایشات متناقض و گاه متضاد شاه و رژیمش، ایران از جهاتی از آزادی های فرهنگی و مذهبی بی سابقه‌ای برخوردار بود و جهاتی دیگر سانسور سیاسی در اوج خود بود. بدون اغراق می توان گفت که از منظر آزادی های مذهبی، ایران در آن سالها یکی از آزادترین کشورهای جهان اسلام بود. دولت در زندگی خصوصی افراد دخالتی نمی کرد و تنها خط قرمز سیاسی مخالفت با شاه بود. اقلیت های مذهبی چون یهودیان و بهائی ها از برابری نسبی با مسلمانان برخوردار بودند و این دهه را می توان دوران طلایی برای فعالیت های اقتصادی و امنیت اجتماعی این دو اقلیت مذهبی دانست. گرچه منتقدان رژیم از روحانیون محافظه‌کار تا چپ انقلابی در نقد و طرح جشنواره شیراز متفق و متحد بودند، اما هر سال در این جشنواره برخی از برجسته‌ترین هنرمندان جهان گرد هم می‌آمدند و آثاری گاه بدی و سخت خلاق ارائه می‌کردند. بسیاری از کارگردانان و معماران و نقاشان درجه اول جهان در آن دهه به ایران می‌آمدند و با همکاران ایرانی خود گفتگو و مبادله افکار می‌کردند.
پازولینی برخی از صحنه‌های شاهکارش در باب قصه‌های قرون وسطایی دکامرون را در اصفهان فیلمبرداری کرد. آندره گروتوسکی و پیتر بروکس از جمله دیگر هنرمندانی بودند که در آن سالها به ایران آمدند و گاه در جنبه‌هایی از هنرهای نمایشی ایران تفحص کردند. کسانی چون پرویز صیاد و بهرام بیضایی در برشناختن جنبه‌های بدی هنرهای نمایشی سنتی ایران پیشگام بودند و راهنمایی کسانی چون بروکس را به عهده داشتند. به علاوه در آن سالها اشرف پهلوی و شوهرش مهدی بوشهری هم به کار تولید فیلم‌های هالیوودی رو کرده بودند و به همین دلیل برخی از بازیگران و کارگردانان هالیوودی هم برای تحقق بخشیدن به طرح‌های سینمایی خود به تهران سفر می‌کردند. روحانیون شیعه در این دوران به ویژه از این مسئله خشمگین بودند که پیروان مذهب بهائی در ایران از آزادی‌های نسبی برخوردارند. همین واقعیت در مورد یهودیان ایران هم صدق می‌کرد. در آن سال‌ها بیش از 100 هزار یهودی ایرانی در مملکت بود و به قول دیوید منوشری، محقق اسرائیلی، این سالها را باید دوران طلایی یهودیان در ایران دانست. به گفته منوشری، رونق کار یهودیان در حدی بود که چه بسا از منظر درآمد سرانه یهودیان ایران ثروتمندترین جامعه یهودی جهان بودند. برخی از کارآفرینان و صنعتگران و معماران سرآمد روزگار در آن سالها بهایی یا یهودی بودند. خانواده ارجمند که بهایی بودند، صنعت تولید لوازم خانگی را رونقی کم سابقه بخشیدند و خانواده ثابت که تلویزیون و پپسیکولا را به ایران آورد، بهایی مذهب بودند. بالاخره حبیب الغانیان که پلاستیک را به ایران آورد، یهودی بود و بعد از انقلاب به دست دادگاه انقلاب کشته شد. طبیب شاه دکتر عیادی را قاعدتاً میتوان پرنفوذترین بهایی آن سالها دانست. سوای تساهل در مورد مسائل مذهبی، شاه در مورد سلوک جنسی نزدیکانش هم اهل رواداری بود. از اسناد و خاطراتی که از ساواک و کارمندانش منتشر شده، میتوان استنباط کرد که شاه گاه در مورد رفتار جنسی صاحبان قدرت و ثروت گزارش هایی دریافت میکرد و چند و چون برخی از این روابط آگاه بود. با این حال، معمولاً در مسائل مربوط به زندگی خصوصی جنسی اطرافیانش دخالتی نمی کرد. شاید بارزترین نشانه این تساهل را بتوان در این واقعیت سراغ کرد که خواهر بزرگ شاه شمس آشکارا مذهب اسلام را واگذاشته و کاتولیک شده بود. شکی نبود که این تغییر مذهب از لحاظ سیاسی برای شاه بالقوه زیانبار بود، اما همه شواهد نشان می دهد که شاه دخالتی در مذهب خواهرش نکرد. رابطه شاه با زندگی خصوصی خواهر دیگرش اشرف پیچیده تر بود. بی‌اعتنایی شاه به زندگی این خواهرش را میتوان از سوی نشان احترام او به عرصه خصوصی اشرف دانست و سوی دیگر آن را میتوان شاهدی بر بی‌توجهی او به پیامدهای سیاسی درگیری‌های مالی خاندانش دانست. اشرف به مردبارگی شهرت داشت و گرچه گاه گاه شاه در خلوت دست کم به روایت اعلم سلوک اشرف را به نقد و نیشخند می‌گرفت، اما تلاشی در محدود کردن این زندگی انجام نمی‌داد. در این حال، وقتی اشرف می‌خواست دولت ایران مبالغی در اختیارش بگذارد تا به مدد آن شاید بتواند به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شود، شاه یکسره با این پیشنهاد مخالفت کرد. ولی در این حال، شواهد فراوان حکایت از آن دارند که اشرف و دست کم یکی از فرزندانش در معاملات اقتصادی فراوانی شرکت می‌کردند و ابعاد و انواع این مشارکت به مسئله سیاسی برای شاه بدل شده بود. ولی شاه حاضر نبود محدودیت‌ها و قواعدی جدی برای این نوع فعالیت‌های خاندان سلطنتی و حتی خیشاوندان ملکه تعیین کند. تنها وقتی حاضر به تدوین چنین قواعدی شد که کار دیگر از کار گذشته بود. شاید یکی از گویاترین مصادیق این بی‌اعتنایی را بتوان در این واقعیت سراغ کرد که نه تنها شاه بلکه ساواک و دیگر نهادهای اطلاعاتی به هشدارهای جدی قاسم لاجوردی که در آن زمان سناتور بود وقعی نگذاشتند. لاجوردی ها یکی از موفقترین و پیشروترین خانواده های صنعتگر و کارآفرین ایران بودند و گرچه اغلب از درگیری سیاسی احتراز می جستند، اما قاسم لاجوردی بران شد که در انتخابات سنا شرکت کند و در این کار موفق شد.
در یکی از سخنان پیش از دستور سنا، لاجوردی عملاً مانیفستی از خواستها، نگرانیها و توصیه‌های طبقه سرمایه‌دار ایران در آن زمان را ارائه کرد. طبق معمول آن زمان، او سخنان خود را با ستایش از رهبری‌های خردمندانه شاه آغازید. سپس به این واقعیت شگفت‌آور اشاره کرد که از 104 شرکت دولتی، 103 شرکت ضرر می‌دهند و تنها استثناء البته شرکت نفت بود. او از خطرات ملازم با تلاش دولت در کنترل اجباری قیمت‌ها سخن گفت و قاعدتاً نیک می‌دانست که شاه به ویژه نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس بود و حاضر بود از ارتش و دانشجویانی که در مقام ضابط پلیس عمل می‌کردند برای تثبیت قیمت‌ها استفاده کند. این سیاست نه تنها سرمایه‌دارانی چون لاجوردی را به خشم آورده بود، بلکه بازاری‌ها را هم که ثروت و مکنت خود را مدیون تجارت بودند و کنترل دولت بر قیمت‌ها منفعت آنان را به خطر می‌انداخت، بیش از پیش به صف مخالفان و معترضان سوق داد. لاجوردی می‌گفت در هیچ جای دنیا سیاست کنترل زوری قیمت‌ها با موفقیت روبرو نشده است. سناتور لاجوردی در عین حال از سیاست دولت در تعیین خودسرانه حقوق کارگران هم انتقاد کرد. می گفت مواجب باید متناسب با کمیت و کیفیت تولید کارگر باشد، اما در ایران دولت این مسئله اقتصادی را به ابزاری سیاسی بدل کرده است. لاجوردی حتما می دانست که بیش از هر کس این شاه بود که گاه گاه به دستوری حقوق و مزایا و حتی سهام کارگران در شرکت ها را تعیین می کرد. لاجوردی می گفت سرمایه‌داران تنها در صورتی در مملکت سرمایه گذاری خواهند کرد که بتوانند سودی عادلانه ببرند. می گفت سرمایه‌داران در عین حال محتاج ثبات سیاسی و حقوقی‌اند. اگر هر روز قوانین مملکت را دستخوش تغییر و تحول ببینند، آنگاه رغبتی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. واقعیت این بود که دقیقاً به خاطر همین نگرانی‌ها از چند سال پیش از انقلاب خروج سرمایه در سطحی گسترده از ایران آغازیده بود. ابعاد این فرار سرمایه با اوج گرفتن بحران سیاسی دوچندان شد. در واقع در بافت و جوهر نظرات اغلب اقتصادی لاجوردی میتوان تضادی را که در بطن برنامه نوسازی شاه وجود داشت سراغ کرد.